سلام بر بینندگان عزیز نازنین چارپایه، امیدوارم که همیشه خوشتون باشه. شما عزیزانی که دارید برنامه های ما رو میبینید، از جنوب تا شمال، از جنوب، از جمال تا جنوب، از جنوب غربی تا جنوب شرقی. آقا ولش کن، میدونید که من رئیسم، برنامه مونم به چاه، باید بتونید مچی منان بخواب. ما؟ کدنه؟ امو رشید درسته، حالا شما سنی ازت گذشته، احترامت واجبه، ولی خب یهو یه کارایی میکنیم به دفعه میکنم ایسکای خودتو داری میگیری. آره خب حالا ستایی مچتو میخوابونیم اون وقت چیز راشه سوری بخوابونی. باش باش، هنوزم دادا کنده چی میگن؟ کنده از دود بلند میشه. از کنده دود، از کنده دود، از کنده بلند دادا و تاب تا بری. اما نمیخوای بریم آیتم بعدی؟ حرف نباشه تو. اگه شما برنده شدید، رئیس شما شما روز مش ننداخته دستتان مسوم شد. نه میسوم یه جوری مش بندازم. من دو انگوشیم، من دو انگوشیم بخوابم. بیا بیا. نه صبر کنید، راستی یادم رفت یه چیزی بهتون بگم. یه مهمان من دعوت کردم. او آره باید بیاد اینجا، بعد با دو صحبت میکنم. مهمان آقای لواسانیه. لواسان بعد میخوام برنامه موچ موچ بندازیم. لواسان موچ کن، موچ ده بیار جلو. موچ از اونو هست ایشون. ایشون خب ملاحظه کردید؟ رئیسم خب رئیسیم نه؟ آقا بخوام یه نمایشی در مورد مشکلات این تئاتر و اینا رو و کسایی که میخوان برن خارج از کشور میخوان برن اجرا کنن، همین مشکلاتش رو بررسی کنیم. خب ازم به حضورتون که شما علی جون تونا. شما بشو کارگردان. او؟ آره غلط تا آقا جوادم میشه میذاریمش کارمندی همین اداره تئاتر. شما یکی از بازیگره تا بازیگره، منم نقشه مدیریتی این تئاتر اینجا کار میکنم. نمایش آره آماده این یک نمایش در مورد نمایش. من رفتم به موقعش میام تو. سلام جناب. سلام، بنده قلمبینی هستم، کارگردان تئاتر فاخر جفتک عمیق. گروه تئاتر جفتک عمیق. بله گروه تئاتر جفتک عمیق، همون گروهی که نمایششون برنده اجرای خارجی شده. بله بله خودم، هشت خان سهراب. بله بله خودم هستم. به به، مشتاق دیدار. احوال شما چطوره؟ خوبم شما. ببینید این کار فاخر ما رو من تقدیم می‌کنم به تمام فک و فامیلامون، مثلا پدرم، مادرم، عمم، خاله هام، مثلا یکی از عمام که تو کار تئاتر اینا نیست به جز اون، و تقدیم می‌کنم به کل مردم میهنم. امیدوارم که لذت برده باشند از این کار فاخری که بچه های ما انجام دادن، و همینطور که مورد تمدید اینه که اونجوری که مستدر بود که ما خیلی زحمت کشیدیم. سلام رئیس. سلام. سلام بگو این کارا مسخره بازی ها چی اینجا در آورد؟ اینجا داره تئاتر بد. ای دادا اینجا میدونی که بخشی تئاتر سایه داره با اینا، این بیمزه یه بازی هست چیست در میارید؟ حرفت نبزنی جناب رئیس. ایشون کارگردان همان نمایشی هستن که برنده اجرای خارجی شدن. رئیس گروه تئاتر جفتک های نامنظم، درست فرمودم؟ جفتک عمیق. جفتک های عمیق. تبریک میگم بدون ولی چلا آفرین. خب ببینم مشخصات و کدی ملیده دادید به ایشون؟ بله بله الان میدم خدمتشون. بفرمایید. به صورت کامل همش رو بردم خدمتتون. داش
نوشته عزیز لیست لشکریان سزار سومو که نگفتیم بیارین، که گفتیم اسم عواملتونو بنویسید. خودم متوجه نشدم. ببینید جناب، ما 65 نفر واسه این کار فاخر زحمت کشیدیم و برای رفتن به خارج تمام گروه صدا، نور، تصویربرداری، گروه دراماتاج، دراماتوج و عمو محسن واسه حمل و نقل، یکی از فلافلیای محلم گفتیم بیاد اونجا واسه غذای بچه‌ها. چطور مگه؟ نه ما فقط برای یه نفر میتونیم بلیط صادر کنیم. یک نفر؟ آره. چطور ممکنه جناب؟ ما 65 نفر واسه این کار زحمت کشیدیم، هممون باید بریم خارج. بچه‌ها تو این بوره حساس ما جلوی این اقدام وای میسیم. یا همه یا هیچ کس. 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 هیچ. بله. اشکال من فکر کنم گروه رو باید کم کنم. یعنی چی؟ ما این همه زحمت کشیم آقا منو حذف کنی؟ من تو رو نمیخوام حذف کنم، که من میخواستم حذفت کنم که همه تون رو برنمی داشتم بیارم اینجا. همه تون رو بردم اینجا، آقا میگه نمیشه. باشه من کارگردان کارم، خب من باید برم دیگه. خب پس رخش چی میشه آقا؟ رستم بدون رخش بره؟ به گمانم شما نقش رخش رستم رو بازی میکنید، درست؟ بله بله. رستم سوار شما میشه؟ بله بله. من اولین کارم گفتم فعلا نقش رخش بازی کنه، حالا بعدا که سهراب و دیگه بقیه و اینا. علیرغم بازی درخشانی که ایشون داشتن، مثلا اون نقش رخشی چون داشتن، ببین یه جفته که به جا به اون گول که میزنن به کنف بازی وجود اینا کار دیده شد واقعا. میدونم چیکار میکنم، ولی حیف که بله الان به جای شما باید بریم اونجا یه چوب بذاریم. چاره‌ای نیست، میدونی که میگم باید گروه کم کنیم. آقا فدای سرتون، همون سه تا بلیط بدین، منو رستم و دیو سفید میریم. یه بلیط. آقا جهنم و ضرر، من خودم نقش دیو سفیدم بازی میکنم. یه دو تا بلیط به ما بدین، لطف کنین ما بریم. گفتم یه بلیط دادا، میخواین برید یا کنسلش کنم؟ ای بابا یعنی چی؟ ما واقعیت فقط سه تون دکورمونه. و شما الان داری میگی یه نفر بره؟ دوست من، شما اگه 15 تا بلیط هم بگیری کلن 7 کیلو بار میتونی ببری. متاسفانه دکورتونم. سه تون دکور صادر میکنی؟ اینجوری که نمیشه واقعیتش. بچه های همه زحمت کشیدن، این همه شبانه روز خاک صحنه خوردن، و شما یه نفر رو میخوایم بفرستیم بره؟ این همه تمرین، این همه تلاش، این همه بدبختی، بودن یا نبودن، مسئله در این است. صدا تا بیار پایین. میزه یه بار دیگه اینجوری کنیم، دوتا دیگه میزنم بغلی گوشت، فهمیدی؟ منو نزدین که. چشم واسه ده، بیار. منو چشم. چشم. بزن زده. یارو. چشش این آدمه من بگون میخواین چی کار کنید؟ اگه نمیخواین برید من همینجا نام انصرافتون رو بزنم. نه حالا یه دقیقه شما صبر کنید. آقا من میگم یه کاری کن، این قصه رستم و سهراب و هشخان و اینا رو تبدیل به یک استنداپ کمدی کن. الان هم مد شده، همه جا استنداپ کمدی اجرا میکنن، تو هر خونه یک استنداپ کمدی هست. مرد اسمی چرا دریوری میگی؟ من تئاتر به این فاخریمو برنامه استنداپ کمدی کنم؟ اصلا نمیشه، مردم پشت سرمون چی میگن؟ آقا کاری نداره، خیلی هم باحاله. میخوام من خودم الان یه تیکه براتون اجرا کنم، اگه مورد پسندت بود بر اجرا کن. بیا بیا اینا میگم خیلی خوبه ها، من میتونم استنداپ رخشو بازی کنم، خیلی هم خوبه. چرا دریوری میگی عزیز من؟ آقا عذیتمو نکنین، کجاش قشنگ میشه؟ اصلا نمیشه مگه؟ میشه بیار پایین سه دادا. آقا میشه، اجازه بدین شما من یه تیکه براتون اجرا بکنم. ببین این خوب نبود باید بازو بگید بعد این عوامل رو بخوام بگم. این نه، این باید دو باشه دست. آقا رستم رفت پیش زال گفت ماچو بده تئاتر قبول شدم. بعد زالم داشت با سیمرغ فیفا بازی میکرد. زال گفت آقا از پسرعمود یاد بگیر، رفته دست دو فوتبال ماهی 20 تومن داره حقوق میگیره، از سیاوش یاد بگیر، رفته تو کار املاک ماهی 100 تومن میذاره جیبش. بعد تو میخوای تاعت کار کنی؟ خاک بر سر مفلوک. برمون کنه آقا این عراجیف چیه شما برو بادی؟ من اصلا نمیخوام. حالا آقا چیه؟ تو سرتون بخورم خارجتون، بلش کنی آقا، بیا بریم. بریم آقا. بیا بگی بابا لیست عوامل تو بگی. آقا من اجرام بد بود؟ نه اتفاقا قشنگ اجرا کردی. چطور؟ میگم آم میخوای برفسمت به جای اینا بری اون ور تو اجرا کنی. واقعا؟ آره میخوای بری؟ آره. خب بذار من بلیطه ده صادر کنم، چمدونه ده ببن همین هم برو فرودگاه، هم باش کنم برو.
خدا میدونستم یک روزی بالاخره این در به روی ما باز میشه. خیلی ممنون جناب رئیس، صحبتی حتما براتون میارم. باشه برو. بله باز هم در این قسمت چالش داریم براتون. ببینید بچا بچا چی نگو نه بچا چالش ما این به این قراره که الان ببینید ما دو تا یار شده، منم آقا جواد زبدریه، آره آره، علی و اشکان. آقا جواد چند تا کلمه داره که من نباید ببینم و ایشون هم همینطور چند تا کلمه ایشون راه نمایی میکنه، با راه نمایی کردنش علی آقا باید حدس بزنه دو کلمه چی چیه. اگه دو تا کلمه هم بود شما خودت بگو دو تاست، اولیش اینه دومیش هم اما پانتومین نیست نه، باید حرف بزنه. نه حرف بزنه، آره باری این دیگه مثل اونی پانتومین. وقت اگه من اشتباه گفتم دوباره میمونی که سوال بعدی رو، آره این دوباره هی باد میشه. اگه درست گفتم قطع میشه، توقف قطع باد میشه، باد میشه تا با پاکت. آره اون وقت که به پاکت دیگه حالا از کدومامون با پاکت معلوم نیست. آماده این؟ سه دو یک. عمو علی جون نهار چی میکنه؟ نهار؟ آره. غذا میخوره؟ نه 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 چی میخوره؟ غذا نیست، غذا گیاهیه. گیا هر روز یه چیز هر روز زهره دیگه. اسم دیگه؟ بلال. بلال بلال خیلی خوب منه؟ بله خیلی خوب. علی یه مایه هست که صبح میخورم ولی رنگ طبیعته، مایه که صبح میخورم ولی رنگ طبیعته. شیر؟ نه 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 مایه که صبح میخورن هر روز همه میخورن صبح. چایی؟ خب رنگ طبیعت چای سبز. آفرین چای سبز. عمو یه حشره از همه جا هست، کوچولوه. کوچول بشه؟ نه 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 سیاه کوچولوه را مورچه. آفرین یه رنگی هم داره، رنگ رنگ یه مایه یه که هر روز میخوری. مورچه چای رنگ آسمون. مورچه آبی. آفرین مورچه آبی. خب اینجا به بازن چی به امو میدن؟ هبیج. آفرین. خب واسه دیگه بایدشتر بایسته دیگه. همو باهاش چیزی رو میکوبم. گوشگوی؟ نه اون چیز دیگه آهنیه، چوبیه، گنده، سنگیه، مدلای مختلف داره میکوبم. دسته دسته گوشگوی؟ نه 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 داره درست میگه. چی 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 نه درست میگه. داره میزنه توش هم هنگ. آفرین بگوی باش میکوان. حالا ما این ببین اون حیوانی که میخوره بعدها میجوه نشخار میکنه. آره آها پشش از اینا داره. چطور؟ آفرین آفرین چطور؟ بسا چطور؟ یه آقای معروف متخصص مغزه. آقای مغز هستا؟ نه نه بگو هم میتونی که سریع بگو پروفسور. آفرین این خیلی با هم جوریم باش، خیلی خوبه با ما، صمیمیه. بله پروفسور صمیمیه. قبوله؟ قبوله پروفسور صمیم. خیلی خوب علی 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 رو آسمون آسمون ها چی هم؟ آبی. نه 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 تو آسمون چی هم؟ بگو دیگه. نه شبا 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 ستاره؟ خب ستاره یه دنباله دار؟ نه 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 یه دونه خیلی بزرگه. ستاره یه قطبی؟ بگو قطبی نه آفری ستاره قطبی بسا نگو بگو. عمو دوست خطکشه، دوستای خطکش. خب نقاله نبود؟ نقاله. چرا اون یکی دیگه؟ پوکی دیگه تنکی فرگال بودم. فرگال هم گفتم دونیا دونیا شکر این برنامه برای کدوم شبکه؟ شبکه حالا به
دیار جامون عوض کردیم دیگه زبدری نوبت ما آماده ای؟ خیلی میترسم آقا اون دفعه ما شروع کردیم این دفعه علی جان شما شروع آماده ای اشکان؟ بله بریم 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 آماده ای؟ آره 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 بریم یک دو سه پیچن و اینا پیچه 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 چی؟ مهره برای کلدار آفایی اما بپرس یه میوه است چه میوه ای؟ میوه است اینجوریه زرده باریکلا بسا اون چیه که صبح میرن میزنن؟ صبح میزنن؟ مقویه؟ مقوی نیست خطرناک هم از چربی آدم زیاد میکنه کله پا چه؟ باریکلا کله پازی مجسمن چه خوش گفت یکی پاکی فردوسی؟ باریکلا مجسمه فردوسی؟ یا خود فردوسی؟ بسا دیوان باریکلا چی؟ دیوان شیشه ای بوده دیوان شیشه ای دو قسمت باید بگو نه منو باید نکن دیوان شیشه ای دیگه بپرس بپرس آماده حالا من زیاد باز شده بپرس امو یه داره باید میشه این یه آس خوب که ونگ و ونگ میکنه دی آونگ آفرین بس آقا این داره باد میشه خب باد بشه دیگه بعد جواب بده یه جوجه از سلاح نیمه گرم باشه جوجه تیغی باره کلا یه چیز دست رو میترشه دست رو میترشه آره آره دست تراش نه برعکسش کن تراش دست تراشه تراش دست دستی تراش دستی بستا برو بعدی این چیه برام میفرستن کنه باد کن چی؟ این چیه که هی برام میفرستن پیام پیام پیامک اما بپرس یه چیز روشنایی میده درازه LED نه ریس لامپ نه قدیمیه قدیما تو وایسا نئون نه تو وایسا مثل لامپ نه مهتابی باری کلا چی دینی ندیدی؟ شطور دیدی ندیدی؟ باری کلا شطور بگو امو ببین بعضی ها تو فوتبال میدن بهش گلا میزنه میدن پاسور پاسی چی چی؟ مهاجم؟ نه پاس پاس گل پاس گل آفری بسا اشکان رو باید گفت دست تو بردار بگو پوسته یه حیوانه چرمه چرمه باز باره کلا دیگه منو باید نکن همون سریع بپن اگه رو تخت این فکر کن از تو باسته سر جان امو امو نه باسته سر جان زن که دردی صاحب خونه بد دردیه خدا لعنت کنی مرد نه زنی میزننت خدا مرد مادر سلام بابا سلام خیلی خوش آمدین خیلی مادر جان خدا بد نده چیزی شده شما خاطر بذار جنگ بسنی خود من این صابخانه نه مرد من نرگره از خانه شمنزه بیرون میبخشید شما پارسال یه خونه برای ما اجاره کردید از آقای اشکانی بله بله گفتید که خوب مردیه با اخلاقه ولی میدونی چی کاره کرد چی کار کرده؟ ما را انداخته بیرون جوابمون کرد نه بابا بی خود کرده مگه دست خودشه خدا لعنتش کنه الهی که به زمین گرم بخوره هر کی صابخانه رو انداخت دامن ما الهی دامنش بسوزه آتش بگیره زندگیش هر کی اینه با ما آشنا کرد حالا غیر مستقیم نمیگم که به کسی بر نخوره به خودتن نگیرن ها ولی الهی که تیکی تیکی بره الهی هیپوفیزش از داخل باد کنه بهتر که روزه کوچکش با روده بزرگش یکی مادر مشخص بودی من تابلو اصلا داری من نفرین میکنی اون قراردادتون رو بده ببینم چی شده چی به چی آخه اصلا قراردادتون کجاست آقای عزیز یادتونه شما پارسال یه خونه از آقای اشکانی برای بله بله یادم میاد همین سر کوچه روبرویی آره. خیلی من محترم شما... یادم نمیدونم چی شده قرارداد همین رو گفتید شما گفتید خوب آدمیه خب خوب آدمیه قرارداد به من بدیم ببینم چه غلطی کردین آخه تو قرارداد چیه قرارداد خوبه چی ببینید که آخر عمری چه برسون به آخر دنجه بون ببین بابا چه کار کردن
بس آروم باش. ببین آقا من یه جوان تر بودم اما یکتا جلوش بایی میسادم. بده ببینم قرارداده تو عزیزم. من نمیبینم این اشتباهی ایره بردش یه بزرده چشمه میرم و نمیبینم این شده. یه جداهیه اووردی اقل تو میری سر کیفمون چی کار؟ بیا بابا بده من ببینم اجارتو. آه اونجیه. خوب بعضی از این صابخونه ها واقعیتش دیگه شورشو در آوردن. خیلی بیچارمون کرد. هر کاری دلشون میخواد با مستاجر میکنن. من یک پیرزن خیرمرد تنها به شامان شهرستان خود من بیکس چه دونه؟ بریم وای نگاه آقا من چقدر داری ملزه بیا بیا برش پتو آورده آخه اوی اون نامرد حاضر نشد که اون 50 تومن که ره داده ایم و بهمون پس بده که همه جا ورداشته من چی کار کنم من به چی مون نامرد الان میکشین و بشیده خودم حالیش میکنن الان از قدرتون یه ماه هم که مونده چجور نقدرتتون بیرون اجازه بده شماره شون شماره شون هم نداره سفر داری که لخو بلدی؟ خوب میبینه چشمه؟ خوشمان؟ آقای عشقانی سلام علیکم صادقی هستم از مسکن سرکوچه یالا احوال شما لطف میکنی یه تو که پتشی فیارین دفتر چی شده؟ مرد حسابی تو یه جو انصاف نیان نه ری پیره مرد پیره زن خونو هرشه نقطه بیرون بودو بیانشه ببینم بودو میگم ببخشید کاشکی یکته باش آروم حرف میزدید تو اون حرف زدی الان میاد تلفچتون دادید من این در میاد خیالتون تخت من طرفدار مستجرم اینجا فوقش میخواد بیانی که من عربده کشی کنه خودم حالشو میگیرم الان لنجه میکنه لج میشه با من نه نگره نباش عزیزم بزر بیاد الان من خودم سلام و عرض ادب. دیو سر احمد. زهاک مردوش احمد. ببخشید. ببخشید. سلاح نیمه گرمم اومدی با کلنگ. نه خیر این برای من نیستش. خب واسه این جانم در خدمتتون هستم. شما برای چی پیره مرد پیره زن و خونشون انداختی بینو مرد حسابی؟ نمیگه گناه دارن؟ خدمتتون عرض کنم که برخلاف میل بنده این دوستان یه چند وقتیه که اجارهشون رو پرداخت نکردن. به توصیه‌های بنده اصلا گوش نمیدن. ما هی تذکر میدیم اصلا اشکال نداره حالا یه دو ماه اجارهشون هم ندادن. نباید خونه بندازیشون بینو گناه دارن. نگاهش رو چجور میلرزن؟ آقای صادقی واقعیتش اینه که این دوستان 11 ماه اجارهشون رو ندادن. 11 ماه اجاره ندادین؟ خب کلا ندادین دیگه همینجوری فقط پول پیش دادین. بازم اشکال نداره. پسر اما نداشتیم که بدیم. زوره. حالا شما جسارت ها اجازه بدید جسارت ها ولی خب چطور که پول تانتالیا داشتن که برن تشریف ببرن. چی حرفا؟ یک سفر رفتن به یک پیرمرد پیرزن نمیتونن ببینن چی حسود؟ ما با الان فهمید رفتیم جزایر کارکاریست خدا لعنت کنه او که تو رو به ما آشنا کرد خدا لعنت کنه حالا شما دست از تقریب من بردارم من که دارم به نفع شما کار میکنم حالا آقای عشقانی شما که وضعیت بازار رو میدونین گناه دارن پینه برد بریزن شما بچه پول نشن میومدین اینجا من از پول پیششون کم میکردم میدارم خدمتتون شما اجازه بفرمایید من دلیل اونم خدمتتون عرض میکنم شما اول اجازه بدید من اول این میخاره تعبیرشون بدم اجازه بدید قدم زیاده این یه دونه رو شما بفرمایید بگیرید میخواد چیه این میخ طبیله هستش اجازه بدید میخارم بگیرید اینا برای کیه اینا رو بگیرید این این میخا رو به دیوار منزل بنده زدن برای آویزون قاب عکسوری شما اینا رو زدین تو دیوار مردم خب می‌خواستیم یه کاری متفاوتی کرده باشیم آخه ما دلمون به این چیزا خوشه اجازه بدید این اینم هست این کلنگ هم واقعیت هم کلنگ هم برای ایشونه؟ کلنگ هم هستش بله بله این یکی از دیوارهای آپارتمان بنده رو تخریب کردن جناب رشید این کلنگ برای چی؟ اتاق رو کلن از بین ببرن و آپارتمان یه خوابه تبدیل شده به سویت بی خوابه شکرت تو لوسی آخه دیگه ما چقدر خوشگل کرده من اونجا رو 3 سال کار کرده من اونجا زردشته مقدر دلباز چقدر خوب شده اونجا قد گرم و دلباز سمیمی شده اونجا چیزار خونه مردم رو برداشتین چندین و تازه دو قطور نمیتونم باقیه زحمت کشیدیم با حق داره تفلک اجاره که ندادیم دیوار خونه رو که خراب کردیم
بعدش هم شما اگه مشکلی داشتین از طریق مراجع قانونی اینا گناه دارن الان میزو برگردن خونه سرده. آقا من به خاطر حفظ جون خودشون بیرونشون کردم. حفظ جون خودشون؟ بله این دوستان براشون توی زیرزمین یه دونه جک حوزی زدن. خاک به سرم جک حوزی؟ ما یک حوز کوچیک تو زیرزمین کرده بوده؟ ای آقا من استخون درد داره بعد آب درمانی کنه. خب سخت حد فبرم تا سر این تازه مقصد بلیت فروشی رو شروع کنیم. ای آقا من اخراج کردم. واقعیتش دلیل این که ما این دوستان رو بیرون کردیم یه که پی ساختمون رطوبت برداشتیم. مهندس هم گفته هر لحظه ممکنه آبال آباد بریزه رو سرشون. فکر خودشون هم خودتون بودم اونجا بیرونتون کرده. ببخشید من اونن واسخای میکنم. شما برداشتی کل نقشه خونه بدبخت عوض کردیم. الو جانم خونه رو بیرون کردی. جانم باندش خدای رو تو برم مادر بل. رو تو برم بله بله مستقیم اونجا داری منو نفرین میکنی. بله 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 خیلی من باشه خدا نگهدار. خدا نگهدار تبریک میگم. همین الان ساختمون کلش فرو ریختش. برای همین من میخواستم بیرونشون کنم برای حفظ جون. مرد حسابی خجالت نمیکشی خونه کلنگی به ما میده. خونه کلنگی به ما اجاره میده. آقای املاکی حق ما را تا اون یه قرون آخر ازش باید بشه. حسابی مالا شما رو بیرون. کاری که شما با این کردین آلمان با لهستان نکرده. شما نقشه کل خونه از پی زدین واسش بعد میگی ما رو بیرون کرده. الان بیرون تو نکرده بود خونه رو سرتون خراب شده بود. پاشو برو بیرون. چه طرز صحبت کردن باید میمتیزنه. برو بیرون مادر. میگه برو در میزنه پلیسا. برو بیرون. میگه باید بریم آلمان خونه بهشون بفرمایید. اینم وسیله هاتون هم ببرید بی زحمت. تا پدر ناخر شاکید بو نزدت میگیرم. یا مادر جان اینم شکایتمو پیش خودمو برم. برو. آی آی هر نفس. بریم شاید یه املاکی دیگه دلش به حال ما سوخت. آی خلاصه. بیا. بله. خب بینندگان عزیز در این قسمت از برنامه مجازات داریم. آقا جواد ما بیشترین هویج آورده و باید مجازات باشه. حالا مجازات چیه؟ جواد قشو میدون یعنی چی؟ قشو؟ بله میدونه چیه؟ باید تمیزش کنیم. مجازات نیست یه جور تقسیم کردن. آره حالا ما میگیم مجازات شروع کن ببینم. خیلی حال میده. بله مجازات نیست. بده من مجازات بشم. من خودم میخواستم بده من میخوام این مجازات نه بذار که من خودم برو مجازات چیه بیا جورجی قشنگم. آفری همه جاشا جورجی قشنگم. یه کاری تو قد قدکش ندی سا ببینم آب نمیره بیاری آباریکا باید بشوره. نه دیگه خب باش بشور دستاشا دستاش جوجوی مچنگن گردنش جوجوی مچنگن برو سراغ گردن جوجوی مچنگن جوجوی ملنگن جوجوی مچنگن آشکالاش برداشتی میشه. خب بده من اینجوری درست نیست. ببین عزیزم اینجوری باید قشنگ اینجوری. خب نه ببخشید برو سیپشت خیلی خب ببین کشتم شپشر شپش کشه شپش چشار آره کلا پایین تر نیا. آها تمام ببینید جواد حالا یه دونه عکسم با این جوجه قشنگمون بگیر. باشه 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 آو بیبا جوجه قشنگم جوجه بیبا مرسی. تهیه شده در گروه اجتماعی شبکه 3 محصول 1403.